سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم، خسته نباشید، سلامت. شب شما بخیر باشه. خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم سرکار خانم محبی. افتخاری است در خدمت شما و ببخشید من چند دقیقه در روم بودم تا این ارتباط برقرار شد. اگر که چند دقیقه تاخیر دارم عذر میخوام از خدمت. خواهش میکنم آقای دکتر، بسیار ممنون که دعوت رو پذیرفتید، باعث افتخار ما خواهد بود. مطمئن خواهش هستم میکنم، که میتونیم از سخنان و گوهربارتون استفاده کنیم. من با اجازه شما در و خدمت با شما. اجازه سایر دوستان کامنت ها رو میبندم که کیفیت لایو بهتر بشه و در انتها اگر فرصت بود بسیار کامنت ها رو باز میکنم. بله بله بسیار، من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم آقای دکتر، من برای اون دسته از عزیزانی که احتمالاً بنر رو ندیدند یا اینکه میپرسن که برنامه امشب ما، لایو امشب ما موضوعش چیه، یک توضیح میدم و بعد اگر جناب عالی اجازه بفرمایید در حد دو سه دقیقه یک تاریخچه کوچولو از آن چیزی که باعث شده اقتصاد کلان ایران گره بخوره به نفت هم صحبت میکنم که بعد مزاحم فرمایشات جناب عالی نشم و شما بتونید کاملا ما رو حالا مطلع کنید در رابطه با اثر این اتفاق. در خب خدمت شما هست. خواهش میکنم لایو امشب ما در رابطه با اثر قیمت نفت بر اقتصاد کلان کشور هست، یعنی الان که ما نفت رو داریم در قیمتهای سرقمی میبینیم، این موهبت الهی نصیبمون شده، آیا همین موهبت الهی برای برون رفت اقتصاد کشور از شرایط اسفناک امروز آیا کافی هست یا اینکه در کنارش هم باید مدیریت باشه و مسائل دیگه، اینها رو ما امشب میخوایم در رابطه صحبت کنیم. اگر چیز دیگه ای هست بفرمایید آقای دکتر که من تاریخچه من در کوچولو خدمت رو شما هستم. خواهش بله میکنم. بفرمایید. خب آقای دکتر، من یه کوچولو بگم که سومری ها و آشوری ها از همون حدود 4500 سال قبل ما در تاریخ اگر نگاه کنیم، فراورده های نفتی رو به گونه ای استفاده می کردن. منتها در سال 1745 میلادی اولین اکتشاف مدرن در فرانسه اتفاق افتاد، نفت، و بعد از اون در پنسیلوانیای آمریکا اولین اکتشاف استخراج نفت در آمریکا در سال 1859 اتفاق افتاد و بعد یک گروه استرالیایی در ایران در سال 1908 میلادی موفق به کشف نفت در ایران شدند در مسجد سلیمان. بعد از اون الان حدود 103 سال هست که اقتصاد ایران به صورت تنگاتنگ به نفت گره خورده، چه در زمان برجام، چه در زمان تحریم ها، چه در زمان انقلاب، چه قبل از اون و چه بعد از اون. آن چیزی که برای ما همیشه مهم بوده بحث میزان فروش نفت ما به جامعه جهانی بوده، به عنوان یک خام فروشی هم بعضا ازش یاد شده. بیشترین میزان، نه از نظر عددی، بیشترین میزان از منظر مقدار فروش نفت ما در سال 1352 میلادی بوده که ما حدود 6 میلیون بشکه نفت رو به فروش رسوندیم، منتها حوالی 40 الی 50 درصد کل درآمد این 103 ساله ما مربوط به دوران آقای احمدی نژاد هست که بالاترین عدد فروش نفت رو داشتیم و حالا ما فروش نفت رو بسیار زیاد داشتیم، حالا عدد رقم هاش هم من عرض میکنم خدمت دوستان. منتها این موهبت الهی، فرصت طلایی با ارز پاشی های فراوان، با بحث یارانه ها، با بحث حالا بحث ادغام چند تا سازمان، از بین بردن سازمان برنامه بودجه، بستنشون، با بحث وام های زودبازه، این فرصت طلایی از دست رفت به نوعی که ما زمانی که بعد از دوران آقای خاتمی صندوق ذخیره ارزیمون مثبت بود، در زمان آقای احمدی نژاد منفی شد و بعد از اون به قول آقای روحانی ویرانه ای رو تحویل گرفتن. من میخوام جناب عالی اگر ممکن هست به ما کمک کنید بفهمیم که جایگاه نفت در اقتصاد کلان ایران چی هست و اون چیزی که همیشه جناب عالی بهش بسیار تاکید داشتید در رابطه با لزوم تفکیک بودجه ارزی و ریالی که کاملا به نفت مرتبط هست رو هم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. بله بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر محبی، خیلی واقعا بجا و مختصر و مفید تاریخچه نفت در ایران رو مطرح فرمودید. من خودم واقعا ایمپرس شدم، تبریک عرض میکنم که اینقدر خوب ماشاءالله
تو ده پوینت اشاره کرد و خواهش این میکنم. مقدمه خوبی شد که من واقعا انگیزه گرفتم که راحتتر بحث خودم رو مطرح کنم. ببینید، ما یک مبحثی در علم اقتصاد داریم و اون هم مبحث ریسورس کرس هست، یعنی نفرین منابع. بسیاری از کشورهایی که یک منبع طبیعی خاص رو صادر میکنند، مثلا نفت صادر میکنند، یا حتی منابع طبیعی ممکنه نباشه، حالا یک جایی مثلا سنگ آهن صادر میکنه، یک جایی نفت صادر میکنه، یک جایی مس صادر میکنه، کشوری حتی کشورهایی که تک محصولی هستن، مثلا موز صادر میکنن، قهوه صادر میکنن، کاکائو صادر میکنن، اینها محصولات کشاورزی هستند، اینها بالاخره یک کاری هم روی اینها انجام شده. دقت میفرمایید، نفت دیگه خیلی کمتر ارزش افزوده که ما داریم خیلی زیاده از نفت، از معادن. چرا؟ هزینه که میکنید مثلا 20% قیمت فروش هست. دقت میفرمایید، 80% 90% شما میبینید که ارزش افزوده داره این محصولی که داره صادر میشه. خب اگر واقعا یک محصولی این مقدار ارزش افزوده داره، دقت بفرمایید که بالاترین مثلا حاشیه سودی که ما در دنیا داریم، برخی از صنایع تکنولوژی مثلا ممکنه تا 80% ارزش افزوده داشته باشن. یعنی فروش نفت ما ارزش افزوده ای که داره معادل برترین شرکت های تکنولوژی مثلا در سیلیکون ولی هستند. دقت میفرمایید؟ خب اقتصادی که چنین شرایطی داره، چنین محصولی رو در اختیار داره و میتونه در اختیار بازار جهانی قرار بده، طبیعی هست که به سرعت باید به اقتصاد برتر دنیا تبدیل بشه یا به یکی از اقتصادهای برتر دنیا تبدیل بشه. ولی در عمل میبینیم که اصلا این اتفاق نیفتاده. در عمل میبینیم که هر وقت درآمد نفتی ما افزایش پیدا کرده، اتفاقا مشکلات بیشتر شده. البته یک قشر خاصی هم هستن که بسیار بهره مند میشوند وقتی درآمد ارزی افزایش پیدا میکنه. این یک چیستانی رو به وجود میاره که کسانی که با علم اقتصاد آشنایی ندارن شاید نتونن این رو تحلیل کنند. و به طور مشخص مثلا در امسال در بررسی بودجه سال 1401 برای من محرز شد، چون چندین بار من مناظره داشتم با نمایندگان محترم مجلس و برای من محرز شد که خیلی به سختی ممکنه که در واقع این نمایندگان محترم متوجه قضیه بشوند که کجای کار ایراد داره. چون البته خب خیلی بحث ساده ای هست، من الان خدمت رو عرض کنم در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه همه مطلب در واقع کاملا شفاف خواهد شد، ولی خب مشکل اینجاست که شاید نمایندگان ما خیلی فرصت ندارن که پیگیری کنند. دقت میفرمایید، و من خیلی برای من تأسف بار بود وقتی دیدم که بودجه سال 1401 نه فقط ادامه 50 سال گذشته است و روند تخریب 50 ساله برای سال بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی تشدید شده و با افتخار از این تشدید یاد می‌کردند. این مشکلات اساسی ما هست. دقت می‌فرمایید؟ خب شما فرمودید که در سال 1356 فکر می‌کنم بالاترین مقدار فروش نفت رو ما داشتیم، در دهه 50 بود قطعاً. بالاترین مقدار فروش نفت 52 بعد. بله. 1352 6 میلیون بشکه. البته من تا اونجا که خاطرم هست بین 52 تا 57، البته به جز 57، یعنی بله. 52 تا 56 مقدار تولید و صادرات خیلی بالا بود. بله. در تمام اون سال‌ها. بله. حالا ایهان فرمودید که مقدار تولید به مقدار صادرات بیشتری مقدار خودش بوده. حالا ما می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. چرا کشور ما مشکل پیدا کرده؟ چرا کشور دیگه تونستن از منابع استفاده کنن ما نتونسته؟ اونا چیکار می‌کنن؟ ببینید، واقعیت این است که ما در دهه 1340 هم درآمد نفت داشتیم، ولی خیلی کمتر بود و بسیار موفق عمل کردیم. انقدر موفق عمل کردیم که در دنیا رتبه 1 داشتیم. بله. یعنی الان وضعیتی که 3 کشور کره جنوبی، تایوان و سنگاپور دارن، یعنی کشورهایی که به سرعت رفتن به سمت چی؟ به سمت صنعتی شدن. البته بالاترین شیب، سریع‌ترین جهش در جهت صنعتی شدن در تاریخ متعلق به ژاپن هست. در دهه 70 میلادی و 80 میلادی به سرعت تبدیل شد به اقتصاد دوم دنیا و یک اقتصاد بسیار مرفه و بسیار سرآمد که افتخار میکنه به فقر میفروشه به سایر کشورهای صنعتی. ولی به جز ژاپن، ما میبینیم که در 1340 در اون زمان ما ایران ژاپن بعدی به حساب میومد یا همتراز ژاپن بود. دقت می‌فرمایید. خب چه چیزی اون زمان اتفاق افتاد که باعث شد ایران اینقدر از نظر رشد اقتصادی با جهش مواجه بشه؟ جهت اطلاع دوستانی که شاید مطلب بنده رو نشیده باشن قبلا،
در دهه 1940 ما رشد اقتصادیمون به مدت 10 سال دو رقمی بوده، یعنی بله و متوسط رشد تورم، سالانه بله تورم به مدت 10 سال زیر 2% بوده. بله خب دقت دقیق، بفرمایید، این بله الان اگر بگیم مثلا بنده که بعد وقتا مطرح میکنم، من با نماینده محترم مجلس که شاید 10 روز پیش بود مناظره داشتم، نمیدونم شما ملاحظه فرمودید سرکار خانم محبی یا نه، در وقتی رابطه که با من بله گفتم که وقتی من عرض کردم خدمت ایشون که بنده میتونم در عرض 18 ماه تورم رو کاهش بدم اگر صحبت های بنده رو گوش بدید، ایشون البته اصلا توجه نمیکردن. یعنی وقتی من بنده صحبت میکردم، بالاخره میدونم گرفتار هستند، با موبایلشون سعی میکردن که بله بالاخره پیام کاملا ها و اینها مشغول. پاسخ بدن، اما خب طبیعیه، برای بنده طبیعی. حتی اونجا که فرمودن که ما در مجلس افراد بسیار حاذق‌تر از تو داریم، بسیار مجربتر از تو، با سابقه تر از تو داریم، برای من جالب بود که اینقدر راحت این مطالب رو عنوان میکردن. دقت میفرمایید، آقای دکتر قدر زر زرگر شناسد. نظر لطف شماست، ولی واقعا 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 ایشون نه ایشون هم واقعا از سر ایمان این صحبت رو میکردند. دقت میفرمایید، یعنی ایشون معتقد بودند به صحبت های خودشون که بله، ما یک سری اندیشمندان بزرگ، دانشمندان بزرگ اقتصاد در مجلس داریم که اونها تصمیمات رو میگیرن، اونها تحلیل میکنن، در اختیار بقیه قرار میدن، اینجور برداشتی داشتن و محترم هست. اینکه این مدل ذهنی رو چگونه ممکنه تغییر بدیم، این کمکاری بنده بوده، ناتوانی بنده بوده. حالا من نمیدونم واقعا چگونه ممکنه این استدلال ها رو، این وقایعی که در دنیای واقعیت واقعا اتفاق افتاد، ما بتونیم به این عزیزان انتقال بدیم. من اینو برای من سخت است که حالا دوستان هم بعدا اگر میتونن پیام به بنده بدن که چگونه ممکنه مفاهمه ایجاد بشه که انشاءالله مردم شریف ایران و اقتصاد مظلوم ایران کمتر صدمه بخوره، ما بتونیم برعکس کنیم روند رو. ببینید سرکار خانم محبی، من الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، در 5 دقیقه تا 10 دقیقه آینده من میخوام خدمت شما عرض کنم که یک موهبتی که میتوانست به شدت به نفع اقتصاد کشور باشه، تبدیل شده به یک ابزاری برای تخریب اقتصاد کشور. ببینید، یعنی از مثبت میتونست مثبت 100 باشه، الان صفر هم نیست اثرش، منهای 100ه. دقیقا فهم شما ببینید ما چه روندی رو باید، چه تغییرات بزرگی رو باید به وجود بیاریم تا اصلاح بشه. خب سوال اینجاست که در دهه 1340 چه اتفاقی افتاد که اقتصاد ایران تغییر کرد؟ ما میبینیم که چند تا نهاد به وجود اومده در دهه 1340. در ابتدای دهه 1340 بانک مرکزی به وجود اومده، شورای پول و اعتبار به وجود اومده. این شورای پول و اعتبار میومده سیاست گذاری پولی و ارزی کشور رو انجام میداده. دقت میفرمایید، بعد بانک مرکزی، بعد یک سازمانی به وجود اومده به نام سازمان برنامه، که اون سازمان برنامه بعدا کاملا متلاشی میشه و از بین میره، نه بعد از انقلاب، قبل از انقلاب منتدم میشه بله و در واقع سازمان برنامه تبدیل میشه به یک سازمان بودجه. یعنی یک سازمان با دید توسعه‌ای در ایران وجود داشته که در صدد توسعه اقتصاد ایران بوده، در صدد توسعه کشور بوده. این کم کم نقشش کاملا از بین میره. حتی در دهه 60 خیلی از مسائل توسعه‌ای اتفاقا در کشور مطرح میشد، انجام میشد. در دهه 70 یک مقداری، هرچند اسمش سازندگی بود و دولت سازندگی بود، ولی کم کم داشت کم رنگ میشد. در بهترین عملکرد بعد از انقلاب و در زمان اصلاحات داشتیم، حالا من خدمتتون عرض میکنم. ولی علی ای حال ببینید، از دهه 1340 به بعد اقتصاد ما کلا تغییر کرد. اون سازمان برنامه دیگه نبود. بانک مرکزی تبدیل شد به صندوق اعانه دولت. دقت می‌فرمایید، و هنوزم ادامه داره. ما شاید یکی از معدود کشورهای جهان هستیم که بانک مرکزی نداریم. اسمش هست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستقل نیست، ولی بله فرد حقوق میگیره و افتخار میکنه که مثلا عضو هیئت دولته. یعنی بالاخره پذیرفته شده به عنوان خادم دولت، در حالی که در دنیا اینطوری نیست. بانک های مرکزی در دنیا، ما به تجربه دریافتیم که بانک مرکزی رو باید مستقل کنیم. دقت میفرمایید، اینها نکات اصلی است. بعد مسئله دیگری که اتفاق افتاد در دهه 1340 این هست که یک وزارت در واقع اقتصاد و وزارت صنعتی وجود داشت که البته خاطرم نیست که در دهه 40 اینها منفک شده بودن یا نشده بودن، خاطرم نیست، ولی چون از یعنی اطلاع دارم که چه میگذشت در داخل. ببینید اینطور بوده که یک سری افراد واقعا دلسوزی داشتن، به دنبال ایجاد صنعت در ایران بودن. یعنی وقتی که میدیدن زمینه فراهم هست، مثلا آقای آزمایش رو دعوت میکردن، آقا برخوردار رو دعوت میکردن، خیامی ها رو دعوت میکردن، میگفتن مثلا برید فلان صنعت رو به وجود بیارید، ما حمایت میکنیم، ما کمک میکنیم. ببینید چقدر رویکرد فرق میکرد با رویکرد امروز که میگیم هر کس که خواست
فعالیت اقتصادی داشته باشه، ما به چشم مجرم بهش نگاه میکنیم. باید بیاد از من، که حالا این منی که اونجا نشسته، اون کارمندی که اونجا نشسته، اتفاقا از هر نظر کمترین صلاحیت رو در زمینه اظهار نظر در مورد وضعیت اقتصادی داره. میگه باید بیاد از من مجوز دریافت کنه، امضای طلایی من باید زیرش باشه. این دهه 40 شمسی بود. دهه 50 شمسی به دنبال موفقیت بزرگی که در دهه 40 اتفاق افتاد، که همه مسائل هم مثبت نبوده، مثلا انقلاب سفید شده، بعد اصلا حقوق مالکیت در ایران به شدت صدمه دیده. دقت بفرمایید، یعنی اون ابتکاری که خود شاه انجام داده، اون ابتکار ارزشمندی نبود، ولی اون بدنه بوروکراتی که در دهه 1340 در ایران وجود داشتن، واقعا خدمت بزرگی به اقتصاد ایران کردند. من بدون هیچ گونه شایبه ای دارم این صحبت رو میکنم، بدون هیچ گونه ملاحظه ای عرض میکنم خدمتون، اون افراد من از نزدیکم نمیشناسمشون، ولی یعنی وقتی من نتایج رو میبینم، میبینم که افراد آگاه و بسیار آگاهی بودن نسبت به زمان خودشون. الان ما اون افراد رو واقعا در بدنه اجرای کشور و سیاست گذاری کشور اصلا معادلشون رو نداریم. من یک موردم نمیتونم خدمت شما مثال بزنم، بگم آقای فلانی مثل فلان فرد در دهه 1340 داره فکر میکنه. دقیق فرمودید. اما دهه 1150 یک مقداری درآمد نفت به شدت افزایش پیدا میکنه. از اون طرف موفقیتی که در دهه 1140 بوده، برداشت عموم و برداشت شاه هم این بوده که ما میتونیم در عرض 5 سال به کشورهای پیشرفته دنیا برسیم. این در حالی بوده که دقت بفرمایید که زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شده در 22 بهمن 1357، 75 درصد زنان در ایران بی سواد مطلق بودند. یعنی حتی سواد خواندن نوشتن مکتب خونه رو هم نداشتند. دقیقا میتونه 75 درصد. و این بیس توسعه انسانی ایران بسیار پایین بوده. انقدر پایین بوده که وقتی که در اوائل دهه 90، البته یک مقدار شک کردم، یا در اوائل دهه 80 یا در اوائل دهه 90، فکر کنم در اوائل دهه 80 باشه، وقتی که در دنیا شاخص HDI Human Development Index به وجود اومد که شاخص توسعه انسانی باشه، به مدت تا 3-4 سال پیش رشد ایران در HDI بالاترین در دنیا بوده. بله، به خاطر اینکه همین ساخت‌های اینتکت داشتند آقای دکتر. نه، یک دلیلش البته این بوده، من خدمتتون عرض کنم، یک دلیل عمدهش این بوده که بیس خیلی پایین بوده. بله. ایران از نظر توسعه انسانی تقریبا در سطح افغانستان بوده، ولی بله. خب قبل از انقلاب یک ساختار دستگاه مثلا سلامت شکل گرفت، یک ساختار دستگاه آموزشی شکل گرفت که بعد از انقلاب اتفاقا برخی از مقاومت ها هم برداشته شد. خب حالا من میخوام یک تصویر خدمتتون عرض کنم که ما یک موفقیت بزرگی در دهه 40 داشتیم، در دهه 50 هم درآمد نفتی بسیار بالا داشتیم. خب ما چه کار کنیم؟ یک سری سیاست های اون زمان به عنوان خیانت شناخته می شد که امروز که بهش نگاه می کنیم اتفاقا سیاست بدی نبوده. اون جایی که ما خیانت نمی دونستیم، اون بزرگترین مشکلات رو به وجود آورد، و اون این بود که ما از درآمد ارزی در خارج از کشور هزینه کنیم. یکی ده. از کارهایی که مثلا در زمان قبل از انقلاب انجام شد این بود که شما اگر تشریف ببرید در پایتخت‌های عمده دنیا، سفارت ایران معمولاً در بهترین مناطق هست و بهترین ها، یعنی می‌رفتن مثلا بهترین خیابون، مثلا بهترین ساختمان و خیابون رو خریداری می‌کردن. حالا در امریکا اینطوری بوده، در مثلا واشنگتن دی سی اینطوری بوده، در لندن اینطوری بوده، در پاریس اینطوری هست. در بسیاری از پایتخت‌های عمده دنیا که شما تشریف ببرید متوجه میشید که سفارت ایران یک جایگاه خاص داره. درآمد ارزی نفتی رو داشته هزینه می‌کرده. یا قبل از انقلاب در یک سری از شرکت‌ها که برخی از شرکت‌ها نیاز به تزریق مالی داشتن، در آستانه ورشکستگی بودن، میشد میرفت سرمایه‌گذاری میشد. دقیقاً می‌فهمم. پس این ارز وارد اقتصاد نمی‌شد، یا می‌رفتن مثلا تسلیحات خریداری می‌کردن. بعد این تسلیحات یه سری مینتیننس هم داشته، تعمیر و نگهداری هم داشت، باز ارز مصرف میشد. دقت میفرمایید. سیاست دهه 40 این بود. حالا این مهمه. سیاست دهه 40 این بود که سازمان برنامه، که البته یک سازمان امریکایی بود، من حالا بخاطر زیاد اطلاعی ندارم چگونه به وجود آمد، ولی میدونم که با کمک هاروارد بود و اون زمان سازمان برنامه به وجود آمد برای هزینه کرده درآمد نفتی. حالا این درآمد نفتی که ما داشتیم معادلش میومد هزینه کرد اتفاق میافتاد، که معمولا این هزینه کرد دلاری بود. یعنی مثلا خیلی از راه آهن، بنادر، این زمان اون زمان ساخته شد، فرودگاه ها، خب اینا معمولا پیمانکار خارجی میومد
دلار تقدیم میشد، این میومد مثلا کلید در دست فرودگاه مهرآباد رو میساخت، بعدم دلارها رو برمیداشت میرفت. دقت میفرمایید؟ خب این بود که تورم انقدر پایین بود. از دهه 1150 کاری که انجام شد این بود که گفتیم که خب ما چرا این پول بدیم به خارج، ما که یک درآمد ارز بسیار زیادی که داریم، که ما بیایم این رو در واقع دستگاه بروکراتیک دولت رو گسترش بدیم. بودجه عمرانی رو دیدید چقدر تبلیغ میکنن در ایران، چقدر هیجان دارن در مورد بودجه عمرانی صحبت میکنن، هنوز گنز همینه دیگه. خب این بودجه عمرانی شما دارید دستگاه بروکراتیک دولت رو رشد میدید، منتها یک توجیه براش پیدا میکنی که میگی مثلا این بودجه عمرانیه. حالا هیچ دلیلی هم نداره که این در واقع ارجحیت داشته باشه به همون بودجه جاری. چرا؟ برای اینکه بودجه جاری داره در سلامت، در آموزش داره سرمایه گذاری میشه، بودجه عمرانی مثلا در راه داره سرمایه گذاری میشه. حالا کدوم ارزشش بیشتر هست؟ بله، حالا اگر هم زیر ساخت باشه، معمولا اونطور هم نیست، یعنی زیر ساخت اساسی مثلا پیش... دقیقاً دقیقاً مثلا پیشرفت ریلی ما خیلی عقبه، دقیق میفهمم اصلا کار نشده، ولی مثلا در بسیاری از در واقع شهرهای کوچک کشور مثلا ما ورزشگاه ساختیم که از این ورزشگاه هم خیلی استفاده نمیشه. نه اینکه من مخالف ورزشگاه باشم، ولی موافق اولویت گذاری هستم. ببینید در دهه 1150 باز درآمد ارزی رو سعی کرد، ببخشید هزینه کرده ارزی رو سعی کردند افزایش بدن، تا اونجایی که میتونستن خواسته خرجی میکردن، ارزی خرج میکردن. بعدم بعد از انقلاب اینا رو خیانت دونستن، اون مثلاش خیانت نبوده، اون شاید هم خیانت بوده، یعنی من نمیخوام تاکید کنم حالا مثلا این تصمیمی که گرفته شده مثلا در مورد اینکه این ساختمون خریده بشه در مثلا نیویورک درست بوده یا غلط بوده، من اصلا بحث ارزش نمیخوام بحث ارزشی بکنم بگم درست بود یا غلط بود، اما عرضم این هست که وضعیتی که بعدن اتفاق افتاد، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، خسارتی که به بار آورد به مراتب شدیدتر بود. و اون چه بود؟ و اون این بود که ما اگر میخوایم کشور پیشرفته باشیم، باید مثلا وزارت خود وزارت مسکن پیشرفته داشته باشیم، وزارت راه پیشرفته داشته باشیم، وزارت نفت پیشرفته داشته باشیم. خب ما باید یه سری آدم استخدام کنیم که این کارا رو انجام بدن دیگه. خب درآمد چه از کجا کسب کنیم؟ خب خیلی راحت در اولین بار در زمان هویدا به نظرشون رسید که این خب این که کاری نداره، که ما این همه ارز نفتی داریم، این ارز نفتی رو میدیم بانک مرکزی، بانک مرکزی ما ریال میده. بدبختی اقتصاد ایران از اون روز شروع شد، در سال 1401 متاسفانه داره به قله خودش میرسه و به فاجعه اصلی داره تبدیل میشه. یعنی بعد از 50 سال 51 سال به مراتب وضعیت بدتر شده. پس چیکار کردن؟ اومدن در لایحه بودجه درآمد نفتی رو گذاشتن. درآمد نفتی که در اختیار سازمان برنامه بود در دهه 40 و هزینه کرده ارزی میشد، حالا اومد در بودجه قرار گرفت. کدوم بودجه؟ بودجه که به ریاله. دقت میفرمایید؟ پس بنابراین میگفتن اینقدر درآمد ارزی داریم، اینقدر نفت میفروشیم، مثلا 6 میلیون بشکه نفت میفروشیم با قیمت مثلا 12 دلار، با قیمت 10 دلار، مثلا روزی میشه 60 میلیون دلار در روز. در قیمت ارز اون زمان ارز 7 تومن میکردن، میگفتن مثلا حالا یک مبلغی مثلا درآمد ریالی هر روز داریم. خب این درآمد ریالی رو حالا ما چیکار کنیم؟ حالا ما میریم مثلا بالاخره هزینه کرده ریالی میکنیم، میریم مثلا مدارس رو توسعه میدیم. من صحبتم این هست که این مطلقاً به توسعه اقتصاد کشور نینجامید و مشکلات اساسی به وجود آورد. دقیق میفرمایید؟ خب از اون طرف چه اتفاقی افتاد؟ از اون طرف این درآمد ارزی مرتب در ترازنامه بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. ما این درآمد ارزی رو که دولت منتقل کرد به ترازنامه بانک مرکزی تحت عنوان ذخایر خارجی بانک مرکزی میشناسیم. بانک مرکزی یک سری دارایی ها داره. در دنیا معمولا دارایی اصلی بانک مرکزی اوراق خزانه دولت هست، یعنی دولت از جامعه استقراض میکنه، بانک مرکزی حق نداره از دولت در واقع به دولت وام بده به طور مستقیم. پس در پرایمری مارکت پرایمری دیلرز حضور دارند. پرایمری دیلرز بانک های بزرگ، مؤسسات بازنشستگی بزرگ، اینها هستند. مؤسسات خیلی بزرگی هستند که دولت میتونه به اینا اطمینان کنه، دولت به صورت انحصاری اوراق رو در اختیار پرایمری دیلرز قرار میده، پرایمری دیلرز میان تو بازار آزاد میفروشن. بانک مرکزی وارد بازار آزاد یا بازار باز میشه و معامله میکنه. در کشورهای دیگه بانک مرکزی مستقیما نمیتونه به دولت
وام بده. بله ولی در نهایت شما وقتی ترازنامه بانک مرکزی رو نگاه میکنید، میبینید این اوراق که بانک مرکزی خریده رو هم انباشت میشه، این تبدیل میشه به طرف دارایی های بانک مرکزی. معادل این طرف دارایی های بانک مرکزی، بانک مرکزی پولی چاپ میکنه بله که این پول مثلا در ایران واحدش ریاله، در آمریکا واحدش دلاره، ولی این پول با اون ریالی که تو جامعه هست یک تفاوت اساسی داره و اون این هست که این پولی که بانک مرکزی چاپ میکنه در داخل بانک مرکزی باقی میماند، یعنی در بازار بین بانکی بانک مرکزی باقی میماند. ببخشید من باید این چیز رو بس کنم، باید هم داره تخلیه میشه. بسیار، اگر صدای بنده رو دارید کاملا کاملا گویا هستتون، بفرمایید. پس بانک مرکزی ارز دریافت میکرد، در طرف دارایی هاش نگه میداشت، در حساب هاش در خارج از کشور، اسمش هم گذاشتیم ذخایر خارجی بانک مرکزی. از این طرف پای پولی ایجاد کردیم، این پای پولی رو به دولت دادیم، دولت این پای پولی رو چیکار میکنه؟ دولت این پای پولی رو معادله اینا خرج میکنه. یعنی چجوری خرج میکنه دولت؟ مثلا میخواد حقوق بده، اون زمان مخصوصا به بانک ملی میگفت، دولت به بانک ملی میگفت که به فلان کارمند حقوق رو پرداخت کن. کارمند اون حقوق رو پرداخت میکرد، مثلا اون زمان 10,000 تومان به یک کارمند حقوق میدادند. اینجا در بانک مرکزی دولت 10,000 تومان معادل اون حقوق رو به حساب بانک ملی واریز میکرد. بنابراین بانک ملی میگفت که هیچ مشکلی وجود نداره، من یه پولی اینجا به وجود آوردم، 10,000 دلار پرداخت کردم، یه پولی از دولت در بازار بین بانکی دریافت کردم. دقت میفرمایید؟ خب این اشکالش چه بوده؟ اشکالش این هست که چون در بازار بانک ها نقل و انتقال که صورت میگیره نتینگ انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا امروز بانک ملی به بانک ملت قرار 100,000 تومان بده، بانک ملت به بانک ملی قرار 80,000 تومان بده. بنابراین تسویه، مقدار تسویه چقدره؟ برای تسویه شما چقدر پول احتیاج داری؟ برای تسویه شما 100,000 تومان احتیاج نداری، شما 20,000 تومان احتیاج داری. بنابراین در بانک بازار بین بانکی نزد بانک مرکزی، اگر این 20,000 تومان از حساب بانک ملی به حساب بانک ملت منتقل بشه، قضیه حله. دقت فرمودید برای چقدر مبادله؟ برای 180,000 تومان مبادله. پس این مبادلاتی که ما در اقتصاد انجام میدهیم یک نسبت بسیار کمتریش در بازار بین بانکی در نهایت از طریق اون پول بانک مرکزی که ما مجموعش رو پای پولی مینامیم، تک تکش رو که نزد بانک هستن سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی مینامیم. دقت میفرمایید؟ برای این حجم مبادلات مقدار پای پولی که نیاز داریم خیلی کمتر هست. حالا اگر شما اومدید جهت قیف رو وارونه گذاشتید، وارونه کردید، یعنی از یه طرف دولت بانک مرکزی رو مجبور کردی که این ارز دولت رو بخره، از اون طرف پای پولی اونجا ایجاد کردی، این و نظام بانکی دستش باز به هر کس خواست تعطیلات بده. دقت کنم و این اتفاق الان 50 ساله داره میفته. و اینکه به هر کس خواست تعطیلات بده، شما میبینید که یک نسبت چند برابری اون مقدار پای پولی که در بانک مرکزی ایجاد شده در جامعه نقدینگی ایجاد میشه. یک چیزی بین 7 تا 8 برابر. بله. این مسئله افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی یا افزایش میزان ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته، این دلیل اصلی تورمه. 50 ساله طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو ایران داره به همین دلیل. دقت فرمودید؟ پس این سوال شما رو من ببخشید مفصول جواب دادم. پس به اینجا رسیدیم فعلا که ارز حاصل از فروش ثروت میاد به بانک مرکزی منتقل میشه، بانک مرکزی پول چاپ میکنه، باعث تورم میشه. یعنی اون ارز رو ما میتونستیم یه کار دیگه انجام بدیم که کلی برای ما منفعت داشته باشه، ولی تبدیلش میکنیم به پای پولی و موجب تورم میشیم. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بسیار ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر. من برای دوستان عزیزی که همراه ما هستن و احتمالاً ممکنه بیس حسابداری رو ندونن، اون چیزی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، دارایی بانک مرکزی به هر حال یک فرمول بسیار ساده هست. بیس حسابداری دارایی ها میتونه دارایی کلاً برابر هست با بدهی به اضافه سرمایه، یعنی جمع بدهی و سرمایه معادل دارایی هست. حالا
اون اتفاقی که افتاده آقای دکتر، من میخوام این رو بستش بدم به یک در دوران آقای احمدی نژاد که دوران طلایی درآمدهای نفتی ما بود و حدود به عبارتی 40% و به عبارتی دیگر 50% درآمدهای کل این 103 سال ما از نفت در دوران آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد. ولی وقتی میایم آمار رو نگاه میکنیم، ما برای اولین بار در ایران در همون دوران بود که به تورم فزاینده 35% رسیدیم، یعنی شرایطی که در حال حاضر داریم مشاهده میکنیم. یک فلش بک بزنیم به دوران آقای احمدی نژاد، دقیقا همین اتفاقها افتاده بود. ما در دولت نهم و دهم به صورت میانگین، دولت نهم 16.5%، دولت دهم 18.8% میانگین تورم ما بود و از اون طرف علارغم درآمدهای نفتی بسیار بالا، ما رشد اقتصادی منفی رو داشتیم. در سال جوری که در دولت نهم ما رشد اقتصادی منفی 6.7% داشتیم. حالا از اون طرف این اتفاق افتاد، ولی از طرف دیگه میخوام من دوران آقای روحانی رو هم بررسی کنم که به خاطر قرارداد 25 ساله‌ای که ما با چین داشتیم، علارغم اینکه اعلام میکنن که ما فروش نفت نداشتیم، اتفاقا درآمد حاصل نفت ما بسیار خوب بود. ولی جالب آقای دکتر، ما درآمد 455 همتی رو در بودجه سال 1400 داشتیم، ولی در مقابلش اعتبارات هزینه ایمون بین 910 الی 915 ملی همت بوده، یعنی دو برابر درآمد ما هزینه کرد داشتیم. و این هزینه اگه بخوایم بذاریمش توی همون فرمول دارایی برابر است با بدهی به اضافه سرمایه، دقیقا مشخص میشه که چرا دولت رو میاره به استقراض از بانک مرکزی، و بانک مرکزی هم به قول شما زیر مجموعه دولت، یعنی استقلال نظر نداره از خودش و نمیتونه تصمیم بگیره که در حال حاضر در کنار سیاست‌های انقباضی، مثلا سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای، آیا من میتونم با اتخاذ با عکس کردن سیاست‌های انقباضی پولی بتونم کمی تورم رو کنترل کنم یا خیر؟ بنابراین ما دوران طلایی که سال آینده، من واقعا اسمش رو میخوام بذارم موهبت الهی که نصیب آقای رئیسی میشه، و ما در سال آینده درآمد ارزی حاصل از فروش نفتمون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، میخوام به این برسم که آیا این میتونه باعث بشه که ما شرایط اقتصادی خوب رو داشته باشیم، یا اینکه باز هم باید منتظر تکرار تاریخ و تکرار زمان دوران آقای احمدی نژاد باشیم و اینکه ببینیم مجدد این هزینه کردها دقیقا همونطور که جناب عالی به درستی اشاره کردید جوری خرج میشه که نه تنها زیر ساختهای دولت بهبود پیدا نمیکنه، بلکه این فرصت طلایی هم به راحتی از دست خواهد رفت. چرا؟ چون نفت تا ابد قیمتش سرقمی نخواهد موند و ما تا ابد انقدر نفت نخواهیم داشت. به هر حال الان دارید میبینید آمریکا به راحتی میاد با آزادسازی ذخایر نفتیش میاد کنترل میکنه بحران رو، بنابراین این اتفاق ها ممکنه بیافته. میخوام ببینم که شرایط فعلی میتونه برای ما خوب باشه یا اینکه خیر. میتوانست خوب باشد با توجه به بودجه. ببینید بودجه که تصویب میشه هر سال، این بودجه قانون بودجه است. قانون بودجه یعنی اگر مثلا دولت در سال، چه دولت روحانی چه دولت رئیسی، اگر در سال 1400 اینها به اندازه که در قانون بودجه اومده تورم ایجاد نکنند، به همون اندازه که در قانون اومده کسری بودجه ایجاد نکنند، میتونن دادگاهی بشن. فرمودید ببینید وقتی که شما قانون بودجهتون میاد میگه مثلا باید شما یک بودجه انبساطی تورمزا داشته باشید، البته بودجه انبساطی میتونه کاملا زده تورمی باشه، بله، ولی بستگی به این داره، به این داره که روش تامین کسری بودجه چه هست. و ما آگاهانه تصمیم گرفتیم یا ناآگاهانه، نمیدونم حالا مثلا این افرادی که بودجه رو می‌نویسن چقدر با این مسائل آشنایی دارن، اصلا چقدر با بودجه نویسی آشنایی دارن. من خیلی شک دارم که اینی که بودجه رو تنظیم می‌کنن اصلا بودجه نویسی بدانند. ولی خب بالاخره صلاح مملکت خیش خسروان دانند، خسروان تصمیم گرفتن این افراد بودجه بنویسن. دقیق می‌فرمایید، حالا بر چه اساسی؟ من اصلا هیچ آشنایی ندارم. یا خسروان تصمیم گرفتن این افراد سیاست‌گذاری پولی کشور رو مدیریت کنند، بر چه اساسی است من نمیدونم.
ولی میدونم که مبنای ایدئولوژیک نداره. یعنی این افراد مثلا افرادی نیستن که به دلیل اینکه حالا مثلا خیلی انقلابی هستن اومدن مثلا در بانک مرکزی حقوقهای بالا رو دریافت میکنن، این امکانات رو دارن و این همه قدرت پیدا میکنند. نمیدونم اصلا، من واقعا نمیتونم این قسمت شد از تحلیل بنده خارجه که چگونه مثلا رو میسپریم به افرادی که آشنا نیستند. عذر میخوام، من یه چیزی رو قطع کردم صحبتتون رو، یه اشاره فرمودید به یه چیزی، الان هم دوباره نیمبند بهش اشاره کردید. من دوست دارم دوستان بدونن همون هارواردی که قرار بود برای ایران نخبگان رو تربیت کنه و ما دانشگاهی رو در ایران راه اندازی کردیم که با همکاری هاروارد بود، همون امام صادق فعلی ما هست و ما در حال حاضر دانشگاه امام صادق چیزی هست که اون زمان اون افرادی که جناب عالی به درستی اشاره کردید که در حال تدوین بودجه بودند و برنامه ریزی رو میکردن، گراجویت های همون دانشگاه هارواردی بودن که امروز به امام صادق تغییر نام داده. بله، البته دانشگاه در واقع دانشکده مدیریت هاروارد قبل از انقلاب فکر کنم ایران هم تنها کشور دنیا بود اونجا که خاطرم هست که خارج از امریکا هاروارد ما در کشور دیگر دانشکده مدیریت ایجاد کرد و خیلی مهمه دانشکده مدیریت هاروارد. ببینید من که مثلا ویرجینیا تک، حالا مثلا یک ام بی ای من از ویرجینیا تک داشتم، خب حالا اون بالاخره دانشگاه خیلی خوبی بود، ولی اون من میدونم مثلا هاروارد در چه سطحیه. من بعدها مثلا وقتی دانشگاه شیکاگو رفتم اونجا دوره دیدم یا دانشگاه کمبریج دوره دیدم، اونجا متوجه شدم تفاوت‌ها در چه سطحی است. اما یک نکته البته خدمتتون عرض کنم، من دانشگاه امام صادق یک بعد از انقلاب تدریس می‌کردم وقتی که از امریکا برگشته بودم و دانشجوی بسیار خوبی من اونجا داشتم. ببینید اشکال از دانشگاه امام صادق نیست، اشکال از این هست که آیا روندی که حالا من دارم می‌بینم، بالاخره دانشجو خیلی خوبی هم اونجا بوده که سال‌ها خانه نشین بوده، همین روزها من فردی رو میشناسم که من از نزدیک نمیشناسم ایشون رو، من مطالب ایشون رو دیدم که من میدونم ایشون فرد خیلی حاذقیه. نمیدونم حالا از فارتسه داشت که مصادق هم هست، بعد ایشون کارش یک کار آزادیه، مثلا در یکی از شهرستان ها داره یک بیزینسی میکنه که بیزینس خانوادگی بوده، حالا درآمدی داره نداره. خب این فرد میتونست تو بانک مرکزی باشه، خیلی در واقع مؤثر هم باشه. بنابراین بحث ما بحث دانشگاه خاص نیست، ولی بحث ما این روند نخبه گزینی که در کشورمون هست باید توضیح داده بشه. بگن مثلا فلان فرد رو ما گذاشتیم وزیر اقتصاد، فلان فرد رو گذاشتیم وزیر صمت به این دلایل، معدل دیپلمش انقدر بوده، یعنی یا مثلا این دیپلمش پایین بوده بعدن نشون داده که نخبگی داره. دقیق می‌فرمایید، چیزی که مردم بپذیرند. آقای جان میجر در انگلیس نخست وزیر شد، ایشون مدرکش فکر کنم دیپلم بود، این مدرک دانشگاهی نداشت، بسیار هم مورد احترام بود. بله من بحثم، چون بعضی ها به من انتقاد میکردن میگفتن چرا رو معدل دیپلم تاکید میکنی، ارزم چون معدل دیپلم نمیتونه دستکاری کنن. وگرنه در این کشور به اندازه کل دنیا ما دکترای استراتژیک داریم، دکترای مدیریت استراتژیک. من فکر میکنم بنزه کل دنیا ما در ایران دکترای مدیریت استراتژیک داره. بله. خب من که نمیتونم معدل دکترای استراتژیک اون رو بعد نظر قرار بدم. بحث بنده اینه باید شفاف بشه. حالا این بحث جانبی بود. من خواستم خدمت عرض کنم که بدونیم از کجا داریم ضربه میخوریم. دقیقاً میگم از کجا دارین مشکلات به وجود میاد. واقعیت این هست که ببینید ما یک بارم بعد از انقلاب تجربه بسیار ناموفقی داشتیم که میتونست وضعیت اقتصاد ایران رو تغییر بده و اولین بار بود که من اونجا به یکی از نزدیکان دولت در مورد بیماری هلندی توضیح دادم. بیماری هلندی چیه؟ ببینید تا اونجا که من توضیح دادم در پاسخ به سوال اولتون، من توضیح دادم که درآمد حاصل از فروش نفت تبدیل میشه به پایه پولی و تبدیل میشه به تورم. دقت فرمودید؟ این 3 سال مبارکی که ما اخیراً تحریم شدیم، این 3 سال 3 سال مبارکی بوده برای اقتصاد ایران. چرا؟ درآمد نفته وجود داشته، دسترسی به درآمد نفت وجود نداشته، از پای پولی استفاده شده، تورم ایجاد شده، ولی برای اولین بار بعد از 47-8 سال، برای اولین بار در 2-3 سال گذشته بیماری هلندی متوقف شد. بله. بیماری هلندی که متوقف شده، شما میبینید قطعه ساز ایرانی که قبلا با افتخار خودروی 100% ایرانی تمام قطعاتش در چین با در واقع بنر میدین ایران ساخته میشد، الان واقعا داره در ایران ساخته میشه. این تفاوت هاست، همون خودروه،
همون پرایدیه که در واقع فاجعه در بزرگراه ها به وجود میدونه. ولی واقعیت اینه که 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش همه قطعات قطع سازان ایرانی میرفتن تو در واقع سفارش میدادن، از چیپ وارد میکردن، میدین ایران روش میزدن و ما افتخار میکردیم که خودروی 100% ملی داریم. به خاطر که بیماری هلندی متوقف شده ما 2-3 سال صنعت داریم. حالا بنا هست که اگر ما به برجام برگردیم، که این اگر بزرگیه، شما به نظرم میرسید خیلی خوشبینانه دارید، یعنی خدا رو شکر که شما اینقدر خوشبین هستید که ما به برجام برمیگردیم. من مطمئن نیستم. نه دکتر، من هم خوشبین نیستم اتفاقا. نام نشه نمیپذیرم، یعنی 50-50، نه اینکه نشه، ولی میدونم کار بسیار شاق و مشکلی است که ما به برجام برگردیم و بعدش هم به FATF برگردیم، ولی امکانش هست، امکانش احتمالاً بالای 50%. علی حال اگر ما سال بعد به برجام برگردیم، ظاهراً قضیه این هست که مجدداً به اون روند تخریبی 50 سال گذشته برگردیم، یعنی سعی کنیم که تولید ملی رو به صورت حداکثری تخریب کنیم. حالا چرا این تخریب اتفاق افتاد؟ این از زمان قبل از انقلاب شروع شد. چه اتفاقی افتاد؟ خب عرض کردم درآمد ارزی رو منتقل کردن به ترازنامه بانک مرکزی، در سمت دارایی ها نشست، در سمت بدهی ها بانک مرکزی پای پولی ایجاد کرد، پای پولی با نسبت 7 برابری تبدیل به نقدینگی شد، این نقدینگی در جامعه انتشار پیدا کرد، پخش شد و موجب تورم شد. مردم ایران برای اولین بار با یک واقعی مواجه شدن که اصلا باش سر و کار نداشتن. عرض کردم در دهه 40 تورم ایران زیر 2% بوده در هر سال. دقیق می‌فرمایید. خب دهه 50 یه دفعه از سال 52-53 نرخ تورم میره به حدود 25%، 20%، 25%. خب شاه ایران چه دستوری داد؟ شاه و نخست وزیر در اون زمان، باز می‌بینید از نخبگان دیگه خبری نیست، شاه و نخست وزیر تصمیم گرفتن، خب اینها یک مشت، تصورشون این بود که یک مشت افراد در واقع مخرب هستند، اینها در بازار تهران حضور دارن، اینها رو باید تنبیه کنیم که ماست ها رو کیسه کنند. دقیق فرمودید، این ماستا رو کیسه کنند هم از همین وقایع اومده که در زمان قاجار اتفاق افتاده، یعنی بازاریا رو زدند و خلاصه بالاخره یک تنبیه کردند، این اصطلاح باب شده که ماستا رو کیسه میکنن. دقیق میفرمایید. خب پس بنابراین چه شد؟ شروع کردن با درگیری با مردم. یکی از دلایل انقلاب همین است که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا میکنه. بعد واکنش هایی که به این افزایش نرخ تورم، واکنش هایی که داده میشه، این واکنش ها مخرب تر بود. خب یکی این که با کسبه برخورد میشد، با شرکت ها برخورد شد و بعد از انقلاب هم تبدیل شد به قیمت گذاری و تعزیرات حکومتی و اینجور مسائل. و در کنارش هم آقای دکتر انقلاب فرهنگی رو داشتیم که کلا دانشگاه ها هم برای مدتی تعطیل شد. و من یه چیزی رو میخواستم در تکمیل فرمایشات جناب عالی اضافه کنم، این که ما در سال 1357 به دنبال همین دوران رونق اقتصادی که از سال از دهه 40 آغاز شد، ما در اردیبهشت سال 1357 تا شهریور سال 1357 ارز ریال در کنار 6 ارز قدرتمند جهان به عنوان پشتوانه پولی در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف ذخیره می‌شد. یعنی قدرت پولی ایران پتانسیل این رو پیدا کرد که بتونه در کنار ارزهای مختلف به عنوان پایه پولی و پشتوانه پولی کشورهای دیگه مشخص بشه. ولی این فرصت طلایی رو ما به دلیل بحث کاهشه، چون ما دقیقا بعد از دهه، بعد از انقلاب اسلامی اتفاقی که افتاد، حالا جنگ تحمیلی هم باعث شد ما به صورت یک شبه 50% فروش نفتمون از بین رفت و بعد از اون هم در، اگر اشتباه نکنم، در سال 1300 در دهه 60 این مقدار به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز رسید و مجدد داریم همون شرایط رو در حال حاضر تجربه میکنیم، با این تفاوت که قیمت نفت اون موقع با الان بسیار متفاوت بود. یعنی ما الان داریم نفتی رو به قیمت 90 پلاس میفروشیم که میتونه 30 دلار باشه. یعنی ما در بودجه امسال که اومدیم فقط 9% نسبت به سال گذشته افزایش درآمد حاصل از فروش نفت رو دیدیم. اگر اشتباه نکنم 340 همت بوده سال گذشته و امسال 380 همت هست. این 9%
با فرض نفت 70 دلاری، نفتی که پیش بینی میشه که قیمتش حداقل برای 1400 بالاتر باشه. بنابراین شرایط برای ما خوب هست. من تا اون چیزی که من دارم توی صحبت های جناب عالی متوجه میشم و خودم هم قبولش دارم اینه که ما به راحتی میتونیم فرصت سوزی کنیم و با عدم مدیریت صحیح این موهبت میتونیم شرایط رو به شرایط سخت دوران آقای احمدی نژاد برگردونیم. بله، سگ آقا مهدی دقیق بفرمایید. ببینید ما در زمان قبل از انقلاب، ببینید چون ذخایر خارجی بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرده، درآمد حاصل از فروش نفت بسیار بالا بود. بله. دقیق میفرمایید. طبیعیه که برداشت سرمایه گذاران در دنیا این باشه که دولت ایران میتونه قیمت ارز رو کنترل کنه، در سطح 7 تومن نگه داره. دقیق میفرمایید. برای همین است، ولی کسی نیومد در ارز ایران مثل دلار مثلا پول خودشو به دلار نگه داره. خب حالا چرا؟ برای اینکه مردم عاقلند. ببینید ما یک مبحثی در اقتصاد داریم که قطعا شما هم پول خوب پول بله دارید. نه منظورم چیز دیگری است، انتظارات عقلانی یا انتظارات منطقی یا انتظارات عقلایی. ببینید مردم عقلانی نیستند. این یکی از یعنی مهمترین دلیلی که علم اقتصاد موفق ترین علم انسانی بوده همین قضیه است که علم اقتصاد فرض میکنه مردم احمق نیستند. من نمیخوام در مورد علوم دیگر صحبتی داشته باشم، ولی مطمئنم که علم اقتصاد این رو اصل میداند که مردم عاقلند، عقلانی عمل میکنند و این خیلی جالبه. دقیق میفرمایید. خب حالا ببینید در دهه 1350 چه اتفاقی افتاده. ما تورم های 20% 25% داریم، نرخ ارزمون 7 تومنه. حالا چگونه ممکنه نرخ ارز 7 تومن شده باشه؟ به تدریج افراد متوجه میشن مثلا کالایی که در ایران مثلا در سال 1150 بوده 100 تومن، در سال 1355 1356 مثلا به جای 100 تومن شده 250 تومن، ولی قیمت ارز همون 7 تومن و 6 تومن و 7 تومن مونده بوده. دقت فرمودید. بنابراین اگر اون کالا در ابتدای دهه 50 در بازار ایران کالای داخلی بله در کنار کالای خارجی استفاده میشد، در انتهای دهه 50 دیگه کسی کالای ایرانی خریداری نمی کرد. چرا؟ چون تورم بر کالای ایرانی حسابات کرده بود، ولی قیمت تورم بر نرخ ارز حسابات نکرده بود. چرا تورم بر نرخ ارز حسابات نکرده بود؟ چون بانک مرکزی هر زمان که تورم افزایش پیدا می کرد، علاوه بر بگیر و به بندهای کسب و تجار، کار دیگری که انجام می دادن این بود که در واقع این ارز رو به راحتی در اختیار بازار قرار می دادن. خب حالا بازار با این ارز چه کار می کرد؟ بازار متوجه شده بود که ای دل غافل، من اگر در تهران زندگی کنم مثلا هزینه من در تهران اون زمان مثلا ماهی 10,000 تومنه، اگر همین رو تبدیل به دلار کنم و ببرم به ایالات متحده، درآمد من یا در واقع من در واقع 1,300 دلار اونجا ماهانه درآمد خواهم داشت اگر همین رو تبدیل کنم و خانواده من برای من بفرستن، 1,300 دلار درآمد خواهم داشت که با این 1,300 دلار اونجا میتونم پادشاهی کنم. بنابراین خود من که در ایالات متحده بودم، وقتی جوانان دهه 60 و دهه 50 و دهه 60 رو میدیدم که به آمریکا مهاجرت کرده بودن و تعدادشون بسیار زیاد بود، اینا بسیاریشون اینطوری بود که رفته بودن اونجا اسکالرشیپ گرفته بودن یا اسکالرشیپ گرفته بودن، 1,000 دلار در ماه از دانشگاه دریافت میکردن، تیوشن هم که پرداخت نمیکردن، یعنی شهریه هم پرداخت نمیکردن، آمریکایی خودش با شهریه میداد، اینا پرداخت نمیکردن چون مثلا دارن برای مثلا دانشگاه دارن کار میکنن، گریجویت استودنت هستن. 1,000 دلار خانواده هاشون ارز 7 تومن میخریدن میفرستادن، 1,000 دلار دولت میفرستاد، این میشد 3,000 دلار. اصلا یک زندگی اشرافی این دانشجوها داشتن که اون زمان جوانان دهه 50 و دهه 60 خلاصه همه مثلا با یک چشم دیگری به اینها نگاه میکردن، به عنوان مثلا شاهان جهان به اینها نگاه میکردن. از کجا اومده؟ از پول این مردم بدبخت. و خود اون دانشجو مقصر نبوده، این سیاست ارزی کشور بوده که مقصر عمده بوده، تاثیر عمده داشته. پس ببینید وقتی شما میاید ارز رو تثبیت میکنید در شرایط تورمی، یک کاری که شما واقعا دارید انجام میدید این هست که شما فرار سرمایه و خروج سرمایه رو نه فقط تشویق میکنید که سوبسید میدید به فرار سرمایه، و این سوبسید مرتب گسترش پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. همین سال مثلا 97 شما در نظر بگیرید قیمت ارز چقدر بوده؟ قیمت ارز بوده 4500 تومان.
سال 98 قیمت ارز رسیده به مثلا 14 15 هزار تومان. دقت می‌فرمایید واقعیش همون 14 15 هزار تومان بوده. اون 4 و 500 هر کس که 4 و 500 رو گرفت از کشور رفت، رفت که رفت که بنده شد. یا در زمان آقای احمدی نژاد قیمت ارز در بازار آزاد مثلا 4 تومان بود، قیمت ارزی که مثلا اینجا می اومدن ارز نفتی رو میفروختن 1200 تومان بوده. شما نمیدونید، شما البته تشریف داشتید، شما دبی تشریف داشتید، بنده اون زمان دبی بودم. بله. این افرادی که ارز دریافت میکردن اصلا نمیدونید چه گونه خدایی میکردن. من اصلا نگران سلامت اینها بودن، اینها واقعا نگران سلامتشون بودن. من یه سری دانشجو داشتم واقعا آدمای فریخته بودن، درس خون بودن، زحمت کشیدن تو زندگیشون. ولی وقتی اینجوری شد که هر روز شما میتونستی زنگ بزنی به یک صرافی خاص 50000 دلار بعد از اون یا 50000 درهم بعد از اون بری دریافت کنی، خب شما ملاحظه کنید در 20 روز کاری اینو ضبط کنید یا در 25 روز کاری اینو ضبط کنید، ببینید چه مبلغی به اینها منتقل شد، چه مقدار رانت به اینها منتقل شد. پس بنابراین ما هر وقت درآمد ارزی مازاد داشتیم، ما این رو پرداخت کردیم، بخش عمدهش رو صرف خروج سرمایه و صرف ترغیب افراد در واقع برخوردار و نخبه کشور به خروج کردیم، به فرار کردیم. دقیق می‌فهمید؟ و بسیاری از این افراد، مثلا من اطلاع دارم، مثلا فردی تهران، حالا من نمیدونم کجای تهران، این مثلا صرافی داشته، بعد این ارزپاشی‌ها که صورت میگیره، شما باور نمی‌کنید اینا سال به سال چجوری زندگیشون تغییر می‌کرد. از مثلا شابدالعظیم یا مثلا شوش تغییر نمی‌کنم، یعنی از مثلا نزدیکای بازار اینا میرفتن نیاوران، از نیاوران میومدن دبی، دو سال دبی بودن، از دبی نمیرفت لندن، از دبی نمیرفت امریکا، میرفت بیورلی هیلز. دقت میفرمایید؟ از دبی، از مریخ میرفت ساده تر بود تا اینکه بره بیورلی هیلز. دقت میفرمایید؟ ولی میرفت بیورلی هیلز. چگونه؟ به خاطر اینکه ارز حاصل از فروش ثروت در اختیار این افراد قرار میگرفت. این نکته اول. نکته دوم این که شما وقتی که میای این درآمد ارزی رو مرتب تو بازار تزریق میکنی، باعث میشه که قیمت کالای خارجی کاهش پیدا کنه، در کالای داخلی نتونه رقابت کنه. این رو در دنیا بهش میگن داشتیسیس، بیماری هلندی. نام دیگرش چیه؟ دی اندستریالیزیشن، یعنی صنعت زدایی. حالا همونی که طرفدا، همونی که 40 ساله، همون آقایی که 40 سال رانتی استاد دانشگاه اقتصاد شده، همون برادر رانتی که دوستانشو میفرستن اینجا به بنده ناسزا بگن، بابا من یک اقتصاددان هستم در منزل، دیگه چی میخواید؟ یعنی من دیگه کجا میتونم برم؟ دقیقاً میتونم اجازه بدید بنده صحبتام رو بکنم. اینکه تخریب بکنید به کجا میرسه؟ شما که همه چی رو دارید، شما که دنیا دارید، آخرت دارید، همه چی دارید، اذن میکنید استاد دانشگاه میشید، اذن میکنید پروژه میگیرید، اذن میکنید میای تو سیما صحبت میکنید، اذن میکنید میرید خارج از کشور صحبت میکنید، همه چی دستتونه. بله، اجازه بدید تریبون هم که شما داری، اجازه بدید یک بار حرف حساب زده بشه. خب اون عزیز میاد میگه چی؟ میاد از این واژه صنعت زدایی استفاده میکنه در جهت توجیه همین سوبسید ارزی که ما داشتیم پرداخت میکردیم. دقیقا میفهم اینها دردناکه. واژه ها رو میایم تعریف میکنیم، واژگان رو تعریف میکنیم، مباحث اقتصادی رو کاملا تعریف میکنیم. اینقدر این کشور مظلومه، کشور ما، که کتاب بزرگترین اقتصاددان، بهترین کتاب اقتصادی که در دنیا نوشته شده در ایران منتشر میشه، چاپ میشه، جاهایی که مترجم خوشش نیومده معکوس کرده، میشود رو نوشته، نمیشود، نمیشود رو نوشته، میشود. ببینید این وضعیت رو داریم. دقیق میفهمید؟ من یک جای دیگه هم در یک لایو عرض کردم، ببینید دروغ کوآپراتیو اکت هست. دروغ، وقتی که دروغ گفته میشه، یک فردی هست که میخواد دروغ بشنود، یک فردی هست که میگه من سمعن و طاعتا روی چشم میذارم، میام به تو دروغ رو عرضه میکنم و تو هم میخری این دروغ رو از من. دقت میفرمایید؟ این یک عملیات دو طرف است. خب وقتی که شما میبینید افراد میان به شما میگن که آقا ما میتونیم قیمت ارز 15 تومان بکنیم، بله میتونن قیمت ارز 15 تومان بکنن، از جیب شما دارن بیرون میکشن. دقیق میفرمایید؟ شما فقیرتر میشی، شما ضعیفتر میشی، شما اقتصادت نحیفتر میشه. الان شما برید کشورهای همسایه، به ترکیه تشریف ببرید، کشوری که نفت نداره، کیفیت راه ها رو در ترکیه ببینید، کیفیت راه آهن رو در ترکیه ببینید، با ایران مقایسه کنید، کیفیت فرودگاه ها، کمیت فرودگاه هایی که در استانبول ساختن رو شما ببینید، اندازه بزرگی، با ایران مقایسه کنید. خب چگونه به اینجا رسیدند؟ خب این راند پاکیه که ما انجام دادیم اونجا. در تکمیل فرمایشات شما، من اینو بگم خدمتون، چون یک جایی هست که هم جنابالی تجربهشو دارید هم بنده، من اونقدر که در ایران گرمای هوا رو
حس میکنم بعضن در دبی که دقیقا روی مدار قرار داره به خاطر زیرساخت هایی که برای راحتی افراد تهیه شده من گرما رو اونجا حس نمی کردم. بله. البته خانم مربی، من یه چیز خدمت رو عرض کنم. یکی از دوستان من هست، یکی از بازرگانان مشهور دبی هست، اگر اسم بیارم احتمالا شما میشناسید، من نمیخوام اسم بیارم. ایشون میگفتن که ما آب شور خوردیم. بله باور میکنید؟ بله. یه زمانی بوده در دبی که ایشون رفته بوده، ایشون که الان یکی از بزرگترین بازرگانان دبی و خانواده بسیار مشهور هستند، ایشون اون وقت مثلا دست فروشی میکرده یا مثلا یه بساتی داشته، تو بسات میفروخته، بعد پول نداشته آب بخره، میرفتن یه آب، حالا آب دریا نبوده ولی آب شور بوده، این آب شور رو میخوردن که آدم عادی بخوره میمیره. بله دقیق میفهمید اینجوری بوده وضعیت زندگی، الان اینطور شده. اتفاقا سرکار خانم مایبی، من میخوام به همین مسئله تاکید کنم. ببینید شما در دبی تشریف داشتید، نمیدونم از چه سالی شما دبی تشریف داشتید؟ من از سال 1369 بود رفتم. بس. خب ببینید سرکار خانم مایبی، شما اصلا بیشتر از بندم میدونید، من 69 که نیومده بودم دبی. که ببینید دبی، حاکم دبی اومد بزرگترین فرودگاه دنیا رو در دبی ساخت، درسته؟ بله. بعد اومد یه فرودگاه دیگه کلنگ زد که قرار در آینده ظرفیت این فرودگاه جدید 2.5 برابر اون بزرگترین فرودگاه دنیا بله. باشه. بله. یعنی رو هم دیگه یک شهر در واقع یک چیز حدود 350 میلیون نفر فقط ظرفیت فرودگاه داره. خب منطقه شد دیگه. بله. خب هوایی نکته دیگه. بله. اومد در وسط، در یک جایی که اصلا سر راه کشتیرانی نبود، دقیقا میفهمید، در صحرایی که به دریا میرسید، در اون دریا اومد یکی از بزرگترین بنادر دنیا رو ساخت که فکر میکنم اون زمان اول بود، الان 15 دنیا شد. بندرهای چین بسیار بسیار بزرگ هستن، بندر جبل علی، درسته؟ اینو بذارید کنار، میخوام این نکته دیگر رو خدمت رو عرض کنم. سرکار خانم مهدی، شما منطقه سطوه خاطرتون هست؟ بله، پشت بیمارستان ایرانی. منطقه سطوه از نظر درآمدی واسمون چطور بود؟ بسیار بله بله بسیار بسیار زنی. حلبی آباد امارات بود. حلبی آباد امارات. ولی الان فرق کرده. کاملا. الان تفاوت کرده. دقیق میفهمه چه اتفاقی افتاد؟ ببینید این فرد دید اقتصادی داره. آقای شیخ محمد حاکم دبی یه چیزایی متوجه میشه که سخت برای من که بیام اینا رو در کشور خودمون توضیح بدم. من میدونم که اگر مثلا برم در هلند اینا رو بخوام توضیح بدم، یا در امریکا بخوام توضیح بدم، یا در ژاپن بخوام توضیح بدم، احتمالا افراد متوجه میشن و خیلی راحت درک میکنن، ولی برای ما اینجا سخته. ببینید اون زمانی که ببینید خیلی راحت آقای شیخ محمد میتونست بیاد بگه که آقا من به جای بندر جبل علی که واقعا اون زمان اضافه خرجی بوده، و این فرودگاه دبی اون زمان به چند سال طول کشید تا فرودگاه دبی به ظرفیت اسمی خودش که 100 میلیون نفره برسه، حداقل 25 سال طول کشید، 20-25 سال ظرفیت مازاد ایجاد کرده بوده در شهری که افراد بسیار فقیر، این بدونهایی که ایرانی بودند، بله، که ایرانی هست بودند، پاسپورت نتونسته بودن بگیرن، چون ایران میگه باید شما سربازی، اونام سربازی نمیرن، پاسپورت نداشتن اصلا، بدون بودن. دقیقا فرمودید چند سال اینا در فقر مطلق زندگی میکردن، ولی در مقابلش اومد اینفراستراکچر ایجاد کرد، اومد زیر ساخت ایجاد کرد، زیر ساخت که ساخته شد، حالا اومد همون زمین های سطوه رو خریدن ازشون به قیمت بالا، ثروتی رو بهشون منتقل کردن، کاملا از فقر در اومدند، همه منتفع شدن در اون شهر. من بعید میدونم کسی رو شما پیدا کنید در دبی که بگه من در قدیم اونجا زندگی کردم و منتفع نشدم. راه توسعهشون راه درستی بود. ما در ایران باید همین کار رو، کنارش سرمایه اجتماعی خریدند آقای شیخ محمد، سرمایه اجتماعی. حالا من تو صحبت‌های شما با توجه به اینکه بیشتر از یک ساعت هم از من وقت شما رو گرفتم، به یه موضوعی هم اشاره شد که سوال دوستان بود و اون اینکه درآمدهای ارزی ما زمانی که افزایش پیدا می‌کنه در کشوری و افق توسعه رو داریم. خب الان قیمت نفت می‌تونه برای ما افق توسعه رو افزایش بده، یعنی ما می‌تونیم با این درآمدهای، با این قیمت نفت میتونیم انتظار همون رشد 8% رو داشته باشیم. چرا؟ چون ما زوایای اینتکت در اقتصادمون داریم و با دستیابی به اونها میتونیم به رشد برسیم. منتها آسیب پذیری ما کجاست آقای دکتر؟ به دلیل بی‌ثباتی
شرایط اقتصادی ما نه تنها سرمایه گذاری داخلی که FDI رو هم نخواهیم، یعنی ما در تقبل FDI هایی هم من مطمئن هستم، یعنی سرمایه گذاری خارجی مطمئن هستم که نمیتونیم موفق باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه فضای سرمایه گذاری در ایران به حدی مهالود و به حدی عدم شفافیت توش زیاده که این فرصت در صورت اینکه ازش استفاده نشه نمیتونه باعث بهبود شرایط اقتصادی ایران بشه. اگر اشتباه میکنم جناب عالی بفرمایید. اولا درست میفهمید. ببینید، ما اگر بخوایم واقعا سرمایه‌گذار خارجی رو جذب کنیم، اول باید سرمایه‌گذار داخلی رو جذب کنیم. اقناعش شما بدبختی اینجاست که کشوری نمیتونه سرمایه‌گذار داخلی رو اقناع کنه، بعد میره یک سری در واقع کشور رو میفروشه. همین اتفاقی که در زمان ناصرالدین شاه افتاد، رویترز رو دعوت کردن به شاه، به حکومت یک وامی داد و کشور رو بهش فروختن. دقت میفرمایید؟ خب اگر تو از که ملت خود استفاده میکردی، اگر اقتصاد مردمی رو به وجود می آوردی، احتیاج نبود کشور تو به خارج بفروشی. دقت میفرمایید؟ ببینید، یکی این هست که ما زیر ساخته قانونی لازم رو نداریم و بعد زیر ساخته قانونی رو وجود بیاریم. برای همین هست که اگر شما دقت کرده باشید، بنده روی تسهیل کسب و کار و روی مانع زدایی خیلی تاکید میکنم. بله. هیچ اقتصاددانی، حالا شاید چون اسم سال بود، شاید چون رهبری گفته بود مثلا که بله نامانع زدایی مثلا مهمه، ما دیدیم اقتصاددانا دیگه اصلا هیچ حرفی در مورد مانع زدایی نزدن، در حالی که من کار ندارم با شعار سال در سال مختلف، ولی امسال این بحث مانع زدایی اتفاقا باید ما سعی میکردیم این بندها، این زنجیرهایی که به پای مردم مظلوم بسته شده اینا رو آزاد میکردیم و تلاش مناسبی متاسفانه صورت نگرفت و این داریم به انتهای سال میرسیم و شما میبینید که مانع زدایی به جای نرسید. البته من تشکر کنم از اون زیربخش وزارت اقتصاد که در این دو سه ماه گذشته اتفاقا این فعالیت جدیدی شروع کرده. پس یکی مسئله این هست که سرمایه گذار داخلی یا خارجی به زیرساخت قانونی و مقرراتی احتیاج داره که نداره. دیگر این است که به زیرساخت فیزیکی هم احتیاج داره که ما نداریم. یعنی باید اون بندره رو بسازیم. دقت می‌فرمایید؟ این آقای شیخ محمد اینو متوجه شد، گفت من میتونم فقر زدایی بکنم، مثلا پول بدم به مردم که اونم سر جای خودش درسته، حالا من خدمت رو عرض میکنم، میتونم برم زیر ساخت بسازم، من میرم زیر ساخت بسازم برای همیشه بعضی این مردم رو تغییر میدم. خب این کار انجام شد. حالا در ایران باید چه کنیم؟ درآمد مازاد که داشتیم که داریم، مثلا الان امسال صادرات ریل نفتیمون 40 خورده میلیارد دلار میشه، شاید تا 50 میلیارد دلار هم برسه تا آخر این ماه. دقیقاً می‌فهمید 50 میلیارد دلار ما درآمد غیر نفتی در شرایط تحریم داشتیم. ما کمبود درآمد ارزی نداریم اصلا. خیر، اصلا نداریم. کاملا موافقم. ما کمبود و ما چیزی که داریم آقای دکتر داریم به شدت ازش آسیب می‌بینیم مدیریت منابع و علم اقتصاد کلان دقیقاً همین هست، به همین اشاره می‌کنه که اقتصاد کلان چیه؟ دقیقاً مدیریت منابع برای حد اکثر بهره برداری از آن چیزی که شما به عنوان منبع در دست دارید. ما الان منابع مالی رو داریم ولی چه استفاده می‌تونیم ازش بکنیم؟ ببینید، درآمد، حالا درآمد غیر نفتی ما 50 میلیارد دلار، درآمد نفتی ما اگر وارد برجام بشیم 100 میلیارد دلار، اگر وارد برجام نشیم شاید 150 میلیارد دلار. ما پس امسال حتی اگر تحریم باشیم 100 میلیارد دلار درآمد داریم. دقیق فهمید؟ اینو چیکار میتونیم بکنیم؟ اینو میتونیم بریم یک بندر بسیار خوب، مدرن ترین بندر اقیانوسی دنیا رو در چابهار بسازیم. من روی این مدرن ترین خیلی تاکید میکنم، چون شما دبی بودید متوجه میشید تفاوت مدرن ترین با تفاوت این که ما بخوایم خودمون حالا یه فرودگاهی دست و پا کنیم. شما تفاوت فرودگاه دبی با فرودگاه تهران رو می‌بینید که چقدر از نظر کیفی متفاوته. ما اگر مدرن ترین مثلا بندر دنیا رو بخوایم مثلا در چابهار بسازیم، مدرن ترین بندر اقیانوسی دنیا، ما اگر بخوایم کریدور شمال جنوب رو با حد اکثر ظرفیت به بهترین نحو احداث کنیم، من فکر نمی‌کنم 10 میلیارد دلار بیشتر هزینه داشته باشه. این 10 میلیارد دلار سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، همه منتفع خواهند شد با 10 میلیارد دلار. بله. از 100 میلیارد دلار مشخصا میتونیم همین کارو که در شرق کشور انجام میدیم در غرب کشور هم انجام بدیم. سالیان سالی دو تا از بهترین شهرهای دنیا، دو تا از بهترین شهرهای حداقل ایران، آبادان و خرمشهر بود قبل از انقلاب. به چه فضاحتی افتاد؟ هیچ کس به فکرشون نیست. اونایی که بالاترین هزینه رو در جنگ دادن، ما مسئولیم. همه مردم، تک تک مردم ایران
دین دارن نسبت به این افراد، باید دینشون رو ادا کنن. ما میتونیم بنادرمون رو دوباره، بنادر خوزستان، چه بندر امام خمینی، چه بندر خرمشهر، چه بندر خوابتان، اینها رو اصلاح کنیم، لایروبی کارون رو انجام بدیم، کشتیرانی تا اهواز صورت بگیره، یا حتی بعد از اهواز هم میتونیم کشتیرانی داشته باشیم، تا تقریبا مرکز کشور میتونیم ما کشتیرانی داشته باشیم. دقیق میفهمید، در سرشاخه های کارون و سرشاخه های دز ما میتونیم کشتیرانی داشته باشیم و ما میتونیم یک راه آهن غربی هم داشته باشیم. همه اینا رو هم دیگه به 10 میلیارد دلار نمیرسه. دقیق میفرمایید. یعنی ببینید، من دارم شرایطی رو متصور میشم که از نظر زیرساخت ایران بعد از 5 6 سال برسه به ژاپن. دقیق میفرمایید. ما انقدر پول داریم که در پول غرقیم، بعد یک دونه طرح درست در این کشور اجرا نمیشه. یعنی نه. یک میلیارد دلار شده میام هزینه کنیم. الان شما مترو تهران رو ببینید، ما الان 9 تا خط مترو داریم، 8 تا خط مترو داریم. دقیق میفرمایید. ما برای اینکه تبدیل بشیم به مثلا بهترین وضعیت در دنیا، خب تعداد مثلا این 8 تا خط باید مثلا بشه 15 16 تا خط، نه 20 تا خط. هر خطی 1 میلیارد دلار هزینه داره. دقیق میفرمایید. ما 10 تا خط دیگه اضافه کنیم میشه 10 میلیارد دلار دیگه. ما در تمام شهرهای بالای 1 میلیون نفر شبکه مترو رو کامل کنیم، کامل، کامل ترین، نه همه رو بدیم خارجی بسازه با بالاترین کیفیت در دنیا، مثل متروی دبی که شما دیدید، با بالاترین کیفیت. متروی بدون راننده است دیگه. بله. قطارهای دبی شما نمیدونید دو سروای میسید جلو رو میبینید. بله. جای راننده با مترو رباتیکه. اپراتور همون رو هم تو ایران اجرا کنیم در تمام شهرهای بالای، یعنی در 10 شهر بالای 1 میلیون نفر، که 10 تا شهر هم بالای 1 میلیون نفر نداره، ولی من میگم 10 تا شهر. ما تمام شهرها رو کامل به ماد به مترو مجهز کنیم. چقدر هزینه داره؟ بله. یکی دو تا 20 میلیارد دلار. که میشه 20% درآمدی که متصور هستیم. دقیقا. ببینید، من صحبتم این هست که ما فقط یک 3 سال به خودمون یک سال ما تحمل کنیم، نمیگم سختی بدیم، به دنبال خوردن منابع نباشیم، 3 سال اجازه بدیم کشور توسعه پیدا کنه. همین 3 سال ما از نظر زیرساخت قطعا از ترکیه جلوتر خواهیم بود. فقط منابع این 3 سال رو جمع کنیم. دقیق فرمودید، از طریق تفکیک بودجه ارزی از ریالی، اولا ذخایر خارجی بانک مرکزی رو افزایش ندیم، در ثانی بیاریم کشورمون رو بسازیم. چه اشکالی داره ایران ساخته بشه که این همه مقاومت در مقابلش صورت میگیره؟ شما شاید شاهد بودید، شاید برخی از افرادی که در این لایف هستن شاهد بوده باشن، من در مورد تک تک این پروژه‌ای که مطرح کردم، در مورد تک تک این طرح‌هایی که مطرح کردم، فحاشی‌ها شنیدم، حتاکی‌ها شنیدم، تمسخرها دیدم. دقیق میفرمایید. فقط عملیات بازار باز که متاسفانه الان در بانک مرکزی به ذلت کشیده شد. ما یکی از کارهای متاسفانه مخربی که انجام میدیم اینه که بهترین ایده های دنیا رو میگیریم به تمسخر میکشیم و در کشورمون اجرا میکنیم. یکی از دلایل تورم الان عملیات بازار بازه که در همه جای دنیا، در هر جایی که در واقع از این ابزار نوین پولی استفاده شد، نرخ تورم کاهش پیدا کرد. ولی در کشور ما اومده عملیات بازار باز داره معکوس اجرا میکنه، بعد میگه ای چرا موفق نشد؟ خب برای اینکه تو برعکس اجرا کردی. الان اگر ما بیایم مثلا این طرحی که من خدمت تو عرض کردم، بیای دلارش تو بازار بفروشی، خب این برعکس میشه، این وضعیت بدتر میشه. بله. من عرض کردم شما نمیتونید دلار رو به بازار داخل تزریق بکنید. دقیق میفرمایید. این مسئله تفکیک بودجه ارزی از ریالی که دارم عرض میکنم خدمت شما، در همون شهری که شما دیدید، در شهر دبی، همین قضیه انجام شده. یعنی تفکیکی بوده بین اقتصاد درهمی سطوه که پول آب نداشتند و اقتصاد دلاری جبل‌علی و اقتصاد دلاری مثلا فرودگاه دبی. اونو دلاری میساخته با بالاترین کیفیت، اینو اجازه میداده کار خودشو انجام بده، دخالت نمیکرده، چون دخالت های دولت معمولا موجب تخریب اقتصاد خواهد شد. من احساس میکنم اینجا بحثم رو تکمیل کردم. اون مطلبی که در مورد تزریق بودجه ارزی در بودجه میخواستم خدمت تو عرض کنم و تفکیک بودجه ارزی از ریالی و آینده‌ای که برای ایران متصور هستم، فکر میکنم تکمیل کردم. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای دکتر، بسیار ممنون. من از شما یک ساعت وقت گرفته بودم، اون تا بیشتر از اون از اینقدر شیوا و کامل صحبت کردید که من واقعا دلم نیامد این نعمت رو از بچه هایی که الان همراهمون هستن بگیرم. اگر اجازه بفرمایید، من یه جنبندی سه خطی نوشتم از فرمایشات جناب عالی. بنابراین افزایش قیمت نفت در حال حاضر
در صورتی که همراه با این سه موردی که من از صحبت‌های شما گرفتم، یک، تفکیک بودجه ارزی از ریالی، دو، هزینه کرد برای توسعه زیرساخت‌های قانونی و مدرن، و سه، تخصیص صحیح منابع ارزی حاصل از فروش نفت. اگر ما اینها رو در دوران آقای رئیسی، یعنی در سال 1401، همزمان با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی اگر بهشون توجه نکنیم، نمیتونیم آینده بسیار روشنی رو در اقتصاد متصور باشیم. من درست متوجه شدم؟ بله، کاملا درسته. مخصوصا دقت بفرمایید که ما دو نسل در کشور، نه یک نسل، دهه 60 و دهه 70 تا کاملا دارن فدا میشن. بله. ازدواج ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن. یک مقداری تحمل داشته باشیم، یک مقداری اجازه بدیم که این جوانان هم نفس بکشن، اجازه بدیم این جوانان فعالیت داشته باشن. امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشه. خواهش می‌کنم آقای دکتر، اگر سوالی رو جناب عالی مشاهده می‌فرمایید، می‌خواید پاسخگو باشید. اگر خیر، من بیشتر از این فرصت وقت شما رو نمی‌گیرم و بسیار ممنون از عزیزانی که تا الان همراه ما بودند. خواهش می‌کنم. من سوالی البته نمی‌بینم اینجا. سوال شما چیه؟ اجازه بفرمایید. توی کوشن باکس می‌تونید ملاحظه بفرمایید. بله، سوالی دوستان مطرح نکردم فکر میکنم، درسته؟ بذارید من ببینم آیا سوالی رو میتونم براتون بیارم. خب دوستان خیلی تشکر کردن. بله، بذارید من به دو تا سوال بپرسم، به دو تا یا شما بفرمایید. بله، من الان متوجه شدم سوال کجاست. پرسیدن فرق اون سازمان برنامه‌ای که قبل از انقلاب بوده با سازمان برنامه بودجه چیه؟ ببینید، اون سازمان برنامه یک دید توسعه‌ای، یک دید آمایش سرزمینی داشته که درآمد حاصل از فروش نفت رو صرف ایجاد زیرساخت در اقتصاد می‌کرد. دقیق می‌فرمایید. بعد از انقلاب همین قضیه مدت‌ها ادامه داشت. من خاطرم از زمان جنگ رفتم به مبارکه در اصفهان و اون مجتمع بسیار عظیم رو دیدم، اون زمان داشتن می‌ساختن و واقعاً مایه حیرت بود، مایه افتخار بود. البته ایتالیایی‌ها می‌ساختن. همون قضیه باید برگرده و انجام بشه. یعنی ما بودجه ارزیمون رو باید به پیمانکار خارجی بدیم. حالا من نمیگم ایتالیا، چین، ایتالیا، هند، هر جا. باید به بهترین کیفیت ما باید ایجاد زیرساخت کنیم. سازمان بودجه که از سال 1350 تا امروز سازمان بودجه داریم، کارش این است که درآمد نفت رو ارز کردم، تبدیل بودجه ریالی بکنه و بین کسانی که بیشتر نیاز دارن یا احساس نیاز میکنن تقسیم بشه. الان اینطوری که است که هر دستگاهی بیشتر داد بزنه، بیشتر فریاد بکشه، بیشتر ارتباط داشته باشه، بودجه بیشتری بهش تخصیص پیدا میکنه. از کجا؟ درآمد ارزیمون رو به پای پولی تبدیل میکنیم، در اختیار افراد قرار میدیم، اینها میخورن، از اون طرف هم تورم خواهیم داشت. بسیار خیلی متفاوت دستگاه. و سال بعدی میگن که ما سه سال گذشته درآمد نفتی رو چه کار کردیم آقای دکتر؟ ما سه سال گذشته درآمد نفتی رو خوردیم. خیلی راحت خدمت هم. یعنی چی؟ یعنی ببینید، مثلا در کنلون بانک درآمد نفتی ایران، مثلا اطلاع ندارم در کدوم بانک درآمد نفتی ایران منتقل میشه. همین کنلون چینه آقای دکتر؟ همین ممکنه کنلون باشه دیگه. بله، ولی درآمد غیر نفتی که خیلیش میره کن. درآمد نفتی و کنار شما آقای دکتر، ما در یوکو هم داریم، یوکوی هند. بله بله. حالا همین رو عرض میکنم. ببینید، در کنلون بانک مثلا بانک مرکزی یک حساب داره، دولت هم یک حساب داره. در سه سال گذشته اینجوری بوده که اتفاقا یوزر نیم پسورد هم احتمالا هر دوش در اختیار بانک مرکزی. بله. این میومده یوزر نیم پسورد حساب دولت، $1 میلیارد ور میداشته، میریخته به حساب بانک مرکزی، یعنی داخل همون بانک $1 میلیارد از این طرف، از این حساب منتقل میشده به اون حساب. چه فرقی در ایران کرد؟ هیچ. اما واقعیت این بود که این $1 میلیارد که منتقل میشد به حساب بانک مرکزی، اینجا بانک مرکزی $1 میلیارد پای پولی ایجاد میکرد. بله. بنابراین دسترسی به منابع ارزی نداشتیم، بیماری هلندی متوقف شده، ولی تورم پنهانی که در گذشته داشتیم الان شفاف شده و آشکار شده و همه دارن میبینن. دقیقاً میفهمید کسری وقتی شما درآمد نفتیتون رو دسترسی نداشته باشید، کسری بودجهتون آشکار میشه. وقتی داشته باشید، مثل بودجه سال 1401، اول مثلا گفتن قیمت نفت چقدر باشه، بعد کردنش مثلا افزایشش دادن. اول گفتم مثلا فروش نفت چقدر باشه، بعد افزایشش دادن. اینا یعنی چی؟ هر عددی شما میتونه اونجا بذاری. این عدد، این اعدادی که در هم دیگه ضرب میشه، به ریال تبدیل میشه، میگن این مقدار ریال ما درآمد نفتی داشتیم، یعنی این مقدار ریال ما از بانک مرکزی، از پای پولی استفاده میکنیم. دقیق میفرمایید؟ و این فاجعه اتفاق افتاده. بس.
آقای دکتر سوال دیگر بسیار رو ممنون، من واقعا خودم از مصاحبت با جناب عالی سیر نمیشم، مطمئنم دوستان هم زمان بیشتری رو میخوان، واقعا دوست دارم که این بحث شیرین رو بتونیم با هم ادامه بدیم، اگر فرصتی رو در اختیار بنده قرار بدید در آینده نزدیک مجدد مزاحمتون خواهم شد. من از شما هم تشکر میکنم به خاطر زحماتی که کشیدید، به خاطر این لایو خیلی خوبی که زحمت کشیدید، و عذرخواهی میکنم اگر بنده در برخی موارد متکلم وحده بودم و به اندازه کافی شما وقت پیدا نکردید که فرمایشاتتون رو بفرمایید. من عذرخواهی میکنم. نه خواهش میکنم، استفاده کردم مثل همیشه آقای دکتر. من فقط در پایان صحبت ها به این موضوع هم اشاره کنم که آقای دکتر در حال حاضر دو تا از بهترین کتاب های اقتصاد رو در کلینیک اقتصاد درست میگم آقای دکتر که تدریس میفرمایید و دوستانی که علاقه مند هستن میتونن. من خبر خوش و خدمت شما عرض کنم، از ابتدای امسال تا الان یعنی تا دیشب ما این دو تا کتاب اول اقتصاد ایران که یکی توسط آقای منکیو در دانشگاه هاروارد نوشته شده و دیگر توسط آقای بلانچارد در دانشگاه MIT، دو کتاب اول اقتصاد کلان جهان رو به طور کامل فصل به فصل، کلمه به کلمه، جمله به جمله ما تدریس کردیم. چرا من این کار رو انجام دادم؟ برای من یک سال از زندگی بنده رو گرفت، تبدیل شد به یک دوره 130 ساعته. ولی این دوره 130 ساعته علم اقتصاد کلان رو به جامعه فارسی زبانان، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان منتقل میکنه. ما ضعف داریم در زمینه دانش اقتصاد کلان و این افتخار بزرگ بنده است. تشکر میکنم که اینجا این مسئله رو عنوان کردید. و البته یک اتفاق جالبی هم که افتاد، دیشب که درس رو شروع کردم متوجه شدم که آقای منکیو ویرایش سال 2022 شون هم آوردن و بنابراین ما جلسه گذشته رو با ویرایش سال 2022 تدریس کردیم. دقت بفرمایید سرکار خانم محبی، کتاب مرجع آزمون دکترای اقتصاد کلان در ایران مربوط به 50 سال پیشه. بله 50 سال پیش کتاب های برنسون. بعضی نمیدونم دیدید افتخار میکنن میگن ما کتاب برنسون رو خوندیم. انگار مثلا عتیقه فروشیه. شما باید کتاب جدیدترین کتاب های دنیا رو شما رو بخونید، نه کتاب 50 سال پیش رو. برای سپاسگزارم که این مطلب رو هم بسیار ممنون آقای دکتر، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. ممنون از همه همراهان عزیزی که تا الان بودن با ما. من لایو رو سیو میکنم، ولی چند روز اخیر این انستا یه مقدار مشکل داشته، اگر سیو نشد سعی میکنم یه خلاصه ای رو یه لایو کوتاه خودم بگیرم و از صحبت های دکتر بتونم به دوستان بگم. اگر امری دارید، اگر فرمایشی دارید با من آخرین جمله بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ.